هموطنان عزیز سلام هنگامه هستم. قسمی که شما خبر دارین، میبینین یا میشنوین، امروز در سوشیال میدیا جنجال های رقابتی ناسالم آنقدر جریان داره که واقعا آدم قلبا متاثر میشه. و ما هم به صفت یک هنرمند، به صفت یک دوست خواستم چند صحبتی داشته باشم. البته به جزئیات یا مشخصات برنامه ها نمیپردازم، کسی را نمیخوایم آزرده شود، فقط در مورد توانمندی کارهای هنری فهیم جان فنا میخوایم صحبت کنم. خب سال گذشته ما در برنامه ستاره افغان داور بودم، با یک تعداد جوانایی که در برنامه اشتراک داشتن آشنا شدم، همیشان نام خدا مقبول میخواندن و همچنان با فهیم جان فنا پارسال آشنا شدم که واقعا یک جوان با احترام، یک جوان با تمکین و یک جوان با استعداد اینا را یافتم. وقتی که فهیم جان دیده بودم، من اوست با کارهای هنریش آشنایی نداشتم و آهسته آهسته وقتی آهنگای بهترشان میشنیدم، آهنگای قوالیشان میشنیدم، طرز اجراهایشان میشنیدم، با چالش هایی که یک آهنگ میداشته باشه، با سرگم هایی که اینا اجرا میکدن، و بر ما ثابت شد که واقعا فهیم جان یک هنرمند تواناست و در کار خود و در مسلک خود وارد است. و ما باید ایره بگویم که واقعا دانستن راگ ها، گردش گلون، گفتن سرگم ها یا کار آسان و ساده نیست. اینا همش به مشکل به دست می آید. و ما هم به صفت یک هنرمند که 4 سباهی را در امی راه هنر بودیم و با بزرگای هنر موسیقی نشست و برخاست داشتیم، باید به فهیم جان بگویم که هنر و استعدادت یک توفی از طرف خداوند است و راه هنر پرخم و پیچ است، مشکلات خود داشته و داره و مدتها را در بر میگیره تا یک آوازخوان هنرمند شود. و تو نام خدا خوب میخونی، ذوق عالی داری، انتخاب شعرت فوق‌العاده زیباست. من یقین دارم که موفق میباشی. اگر هم مشکلات در همین جریان سفرت احساس میکنی، باید به خود باور داشته باشی که کارهای هنریت بسیار خوب و برازنده است و هنرمند خوب اوست که با صدایش و هنر خوبش به دلهای مردم را پیدا کنه. با امید صحت و سلامتیت فهیم جان عزیز، موفق باشی و با موسیقی باش، راهت ادامه بده، خوش و سرفراز باشی فهیم جان. با حرمت هنگامه.